به نام خدا و به یاد شهدا، امروز یک شنبه 27 سرطان 1395 هفته جولای 2016 به چنگاش گوشتم 1339 کال آدی جولای و نسم 2016 در عراق پارلمان هستم. خواهر ما چند وقت پیش برایشان 10,000 افغان کمک کردم. داستان غم‌انگیز دارند به خاطر اینکه موترهای آمریکایی در یک حادثه ترافیکی شوهرشان شهید کرده بودند و یک طفلشان که 1.5 ساله بود 6 سال قبل. در این 6 سال اینها تمام دروازه ها را زدن از مقامات دولتی افغان و مقامات آمریکایی و خارجی، اما هیچ کس نه تنها خسارتی نپرداختند بلکه در قصه و غصه شان نشدند. اینها تنها مردی که کارکنی خانهشان بودن از دست دادن و متاسفانه بعد از اینکه شوهرشان شهید شد در فقر و بدبختی و رنج بسر بودن. در پارلمان آمده بودن، من گفتم که ای کاش من قدرت می داشتم که پدر آمریکایی یا فرانسوی یا آلمانی یا پاکستانی یا هندی، هر کسی که باشد، ولو این که در آسمان هفتم زندگی کند، که خون یک انسان یک افغان را بیگناه بریزد، مجبور است که جواب میگوید. کمک کردیم، ویدیویشان را در فیسبوک گذاشتیم. همه تنان ما از چهار کنج دنیا به اندازه توان خود، تعدادشان، وجدانشان بیدار شدن، تکان خوردن، شماره تلفن خود را گذاشته بودن، بعضی ها مستقیم برایشان کمک روان کرده بودن و دو هموطن ما از طریق من خواستن کمکشان روان کنند که آقای رضا سفری از سویدن، اینها 1,000 کرون سویدنی ارسال کرده بودن که استرلینگ 112 دلار دادن و آقای حسن مهر از دانمارک 10,000 افغانی روان کرده بودن. 112 دلار اگه بگیریم شاید 7,800 دلار شود، در مجموع 17,000 با 10,000 17,000 افغانی کمک من امروز برایشان میکنم و ویدیویی که گذاشته بودیم دلیل شد تا این 17,000 هموطنان از طریق من کمک کنند. تقریبا 20,000 از هموطنان دیگری ما مستقیم با خودشان روان کرده بودند. اینها قربانی هستند. شما با آینک تحقیر نبینید هموطن ما یک هموطن دیگری خود را با آینک تحقیر میبینند، خودش مشکل دارد، ذهنش مشکل دارد، به خاطر اینکه اینها کاری نکردند که ما اینها را با آینک توهین و تحقیر ببینیم. یک چند وقت پیش یکی از هموطنان ما گفتن که بچه‌شان را در مکتب بچه های خود گفته بودن که شما بچه جوالی هستید و بچه من کمی شرمنده بود. من گفتم با بچه خود بگوید که باید به با اون بچه و به اون پسر بگوید که من افتخار میکنم که پسر جوالی هستم که از عرق جبین خود کار میکند و نفقه حلال پیدا میکند. چی فایده است که بچه وکیل دوست باشی، بچه وزیر دوست باشی، بچه قماندان قاتل باشی، بچه مثلا یک رئیس و یک معین و یک والی باشی که از راه حرام پول پیدا میکنند. افتخار است که انسان بچه کسی باشد که با عرق جبین نفقه پیدا میکنند. گرانی و بالو خاندودا دی امریکایان دی یو ترافیکی حادثه قربانی شوی و دی دخوان شهید شوی و دیده یو کشته هم شهید شوی بود. بیا پداش پش کاله در علیزری وکر چی مالی خسارت امریکانو وکی او یاد افغانستان دولت دیده سر مرسته وکی، اما لبده مرکه نه خارجان و امریکانو نه در افغانستان دولت دیده پا قصه و غصه کی ندی شوی. بیا پا پارلمان که را غلی رو احتران دیمخی و لسر افغانی مرسته می وکر ویدوی پا فیسبوک خبره شو دی زینو افغانان رو دیده سره 6,000 افغانی زینو یوادوارو 5,000 افغانی یا 5,000 بله دی بلگی پا توگه مرست لیجره بو او 2 افغانان رو دی مال لاره گوشتر چی دی مور سره دی خور سره مرست و که چی شاغل رضا سفری دی سویدن نه 1,000 کرون لیجره بو او شاغل حسن مهر دی دانمارک نه 10,000 افغانی لیجره 1,000 کرون سر دولست دالر رو شو دان دی ویدیو یو پایلی بود. زکر چی که دا ویدیو خبر شوی نو هیس یو دیده قصه نوری دل او مرسی هم نکول. اما تنان عزیز این خودش نتیجه منتشر شدن ویدیو است و هدف انتشارش هم این است که یکی شفافیت داده شو. مثلا آقای حسن مهر در دانمارک و آقای رضا سفری مطمئن شود که پولشان به شهردوس و این خواهر ما داده است. در افغانستان به میلیاردها دلار کمک آمد، اما متاسفانه در جیب 4 تا دزد داخلی و خارجی رفت. اگر شما خواستین کمک روان کنین مستقیم می توانید به خودشان هم روان کنین. عرفی اگه دارد به شما میگوید حرف به من نیست که از به شهردوس محترم بسیار 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 دیگه نمیفهمم که چه قسم من تشکر کنم که بسیار من اصلا بیشترم بعد تا یادآوری کردم که دقت یک بار شدیدیم من نه فهمیدم که زندگی خدا فهمیدم
از وقتی که شوهرم شهید شده بود اصلا ما می زندگی کوی دای خانه تخت کوی دای یا دای افتیاری دای مقا چیزی ابسایش تا بودم که مقا چیزی بیاره که می کته یه دو سه تا وشتا که ما افتیار کنم دلم بسیار پرست خواهی از خاک ماست از خون ماست هر کدام ما باید این خواهر خود را به ایمان خواهر به ایمان مادر به ایمان اعضای فامیل خود بدانیم و هر کدام ما باید دستش بگیریم یک ذره مرهم روان کنیم به جای که یک ذره نمک میپاشیم کسایی که ما کمک میکنیم واقعا اینها قربانی هستند این شرم باید رهبران افغانستان زمامداران افغانستان نخبگان افغانستان کنند ای که یک هزاره در غار زندگی میکند او هزاره قربانی است او شرم نکند و شرم نباید داشته باشد یا او که قنداری پشتون در خیمه در چاره قنبر زندگی می کند یا او پنشیری ما که نان جاو می خورد یا او تاجیکی در بدخشانی که در خانه زندگی می کند که به قرن اولیه می ماند اونها کدام گناهی نکردن که شرم بخورد اونها نباید شرم بخورند اونها باید سر خود بالا کنند شرم باید رهبرانشان بخورد که کاخ دارن قصر دارن راهگذر دارن بادیگاردا دارن میلیون ها دلار در حساب های بانکیشان در داخل و خارج هستن ما باید صدای خود بالا کنیم اگر خواسته باشین مستقیم برایشان کمک کنید اگر خواسته باشین از طریق من هم کدام مشکلی نیست چیزی که مهم است در مرهم باید روی زخم این خاری ما گذاشته شود که واقعا اینها قربانی هستن و من بسیار تشکر میکنم از افغانهایی که کمک روان میکنم 0799 خداوند خداوند امرایش باشه افتخار ماست کمک خداوند قطع از او باشه بسیار خوش است ما تا در پنج وقت نماز شما را یاد میکنم بس کمک را من در خودشان را یاد میکنم دوام میکنم تلفونشان تکرار میکنم 079-097-7757 09-099-5 این هم 100 دلار 10 دلار 110 دلار 1 دلار این 2 دلار در مجموع 112 دلار آقای از قضا سفری 500 است 1000 افغانی خارجا 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 از آقای حسن مهر از دانمارک لستر افغانی دی حسن مهر او یو سلو دولس دلار دی آقل رضا سفری دی سویدن